سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با معرفی یک سیگار دیگه از برند گورخا، سیگار سلر ریزرو 15 years. براتون اسم کاملش رو این بالا می نویسم. اگه حضور ذهن داشته باشید، یک سیگار دیگر رو از این لاین با هم بررسی کرده بودیم، اون هم سیگار 12 years این لاین بود که سیگار خوبی بود. اگه ویدیوش رو ندیدید، لینکش رو میذارم انتهای همین ویدیو، خالی از لطف نیست، برید یه نگاهی بهش بندازید. گورخا برای اولین بار لاین سلر ریزرو رو سال 2007 داد بیرون و این سیگار 15 سال رو هم برای اولین بار سال 2011. اگه حضور ذهن داشته باشید، تو سیگار قبلی که از گورخا با هم اینجا بررسی کردیم که سیگار 12 سال بود، خدمت شما عرض کردم که این عدد به این معنی نیستش که این سیگار برای 12 سال کهنه شده یا برای 15 سال کهنه شده، بلکه به این معنی هستش که توی فیلر این سیگارها از تنباکوهای مختلفی استفاده شده و یک نمونه از این تنباکوها برای 12 سال یا برای 15 سال یا تو نمونه 18 ساله برای 18 سال کهنه شده. یک سوم ابتدایی این سیگار داره به انتهای خودش میرسه. تمامزهایی که من متوجه شدم، ابتدا یک تمامزه چوبی خیلی خوبی بود و بعد از اون هم یک مقداری تمامزه فلفلی بهش اضافه شد. توی کامنت ها یکی از دوستان سوال جالبی رو پرسیده بود، فکر میکنم من تا حالا بهش اشاره نکردم، اون هم این بود که سیگار برگی گرفته و موقعی کشیدن یک صداهایی مثل جرقه یا ترکیدن یک چیزی رو میشنیده. سوالش این بود که این چیه؟ این در واقع نشونه اینه که این تنباکوها قبل از اینکه رول بشن و سیگار بشن تو شرایط مناسبی نگهداری نشدن و لابلای این تنباکوها لارو سوسک تنباکو جا مونده، یا اینکه بعد از اینکه رول شدن شرایط نگهداریشون خوب نبوده، تو دمای بالا یا رطوبت بالا نگهداری شدن و این سوسکای تنباکو رفتن اینها رو خوردن و توی سیگار تخم گذاری کردن. اگه رپر سیگارتون رو نگاه کنید و روش سوراخ داشته باشه، این نشونه این هستش که این سیگار یا توش لارو سوسک تنباکو هست یا سوسکای تنباکو این سیگار رو خوردن. به هر حال نشونه این هستش که این سیگار کیفیت خوبی نداره یا تو کیفیت و شرایط بدی نگهداری شده. رپر، بایندر و فیلر این سیگار هر سه از دامنیکن هستش، تو جعبه های چوبی ارائه میشه، تو 5 تا سایز مختلف. سیگاری که دست من هست با سایز 5x58 و قیمت پیشنهادی 11 دلار که البته با قیمت ارزونتر طبق معمول شما تو بازار میتونید پیداش کنید. من اینو 9 دلار و نیم خریدم، احتمالاً اگه میگشتم میتونستم ارزونتر از این هم پیداش کنم. ویدیوی بعدی میخوام راجع به پیپ ذرت مک‌آرتور با شما صحبت کنم. برای خود من همیشه این پیپ ظاهر جالبی داشته ولی هیچ وقت ازش استفاده نکرده بودم. برای اولین بار میخوام ازش استفاده کنم و ببینیم که چطور پیپی هست، پیپ خوبی هست یا نه، و یک داستان خیلی جالب هم پشت سر این پیپ هست، اون هم خالی از لطف نیست شنیدنش. اگر سوالی راجع به این پیپ دارید، حتما تو کامنت ها برام بنویسید تا تو ویدیوی بعدی بهشون جواب بدم. سیگار تقریبا به نصف خودش رسیده. همونطور که مشاهده میکنید تونسته خاکستر قابل ملاحظه ای رو هم رو خودش نگه داره. من حقیقتا فکر میکردم که خاکسترش رو نتونه به خوبی روی خودش نگه داره، به خاطر اینکه ابتدای سیگار اینجور به نظر میرسید که این سیگار رو یک مقداری شل بستن. در واقع وقتی شما بهش پک میزدید، مقدار هوایی که از سیگار رد میشد خیلی زیاد بود. حالا اینجا بهش میگن که دراش خیلی لوس بوده. اگه بخوام مثال بزنم، وقتی دارید قلیون میکشید، اگه این شیلنگش خوب صفر نشده باشه یا آب بندی نباشه، وقتی شما پک میزنید یه حس خاصی داره، متوجه میشید که دارید خیلی در واقع هوا رو پک میزنید. حالا نمیدونم اصطلاح خاصی هم بهش میگن توی فارسی یا نه، من حضور ذهن ندارم، چیز خاصی بهش نمیگفتن.
به هر حال ولی کم کم این مشکل رفع شد و الان تقریبا معمولی شده. یک سوم میانی این سیگار هم داره به انتهای خودش میرسه. مزه های غالب برای من به ترتیب فلفل سفید و چرم بودن. یکی از سوال های پرتکرار تو کامنت ها اینه که نظرت راجع به سیگار برگ کینگ ادوارد چیه؟ واقعیتش اینه که اینجا گیر نمیاد. من خیلی دنبالش گشتم که یه دونه پیدا کنم بگیرم بکشم ببینم چجوریه. اگه اشتباه نکنم سیگار اروپایی هست، برای همین بیشتر تو اروپا پیدا میشه و توی آسیا. میتونید در دوستان عزیزی که تو ایران مشغول ویدیو ساختن هستن، مثل مسیح عزیز، مهدی و آرش عزیز یا کامران عزیز، خواهش کنید که این سیگار رو براتون نقد و بررسی کنن. ولی اگر که اشتباه نکنم رپر این سیگار برگ تنباکو نیست و من نکشیده میتونم به شما بگم که من نسبت به این سیگارها نظر مثبتی ندارم. این سیگار داره به انتهای خودش میرسه. تمام مزه های غالب توی یک سوم پایانی برای من چرمی و چوبی بود. در کل میتونم بگم که سیگار بدی نبود، خوب سوخت، تمام مزه های بالانسی داشت. تنها ایرادی که میتونم بهش بگیرم اینه که بوی سیگار قبل از اینکه روشنش کنم بوی سیگار برگ نمیداد، بیشتر بوی سیگارت میداد. یه کمی هم برای من شل پیچیده شده بود، من ترجیح میدم یک مقداری سفتر پیچیده شده باشه سیگار. و این که اگر بخوام مقایسه کنم بین گرهای 15 سال و 12 سال، من 12 سالش رو ترجیح میدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.